چشم جادو مال تو دل آهو مال من. سلام، در ادامه این ویدیویی که دیدیم، من دیدم برخی از دوستان و حالا پیج های دیگه شروع کردم به گفتن اینکه چرا این کارو کرده، چرا این کارو کرده و بیشترین ویو رو خورده، چرا این بیشترین توجه رو نسبت به خودش جلب کرده، چرا موسیقی اصیل کمتر لایک خورده، این بیشتر لایک خورده. من یه چیزی میگم، نمیدونم با من هم عقیده هستید یا نه. اینکه اولا که نسل داره عوض میشه. من همین چند وقت پیش 25 سالم بود، بالا پایین میپریدم، چشم هم زدم شد 50 سال. خب نسل داره عوض میشه، نسل جوان داره. کسی که موسیقی سنتی گوش میده، کسی که اهل هنر اصیل ایرانیه، که از صبح تا شب تو اینستاگرام ول نیست که پیجا رو نگاه کنه، لایک کنه، 100% کتاب میخونه، باید کار کنه پول در بیاره برای خرج معاشش، 100% خرج معاشش خیلی سخت‌تر از اون کسی که بیزینس داره و دنبال عشق و حالشه و بیشتر توی اینستاگرامه. 100% اون سخت‌تر پول در میاره تا اون قشر جوونی که جوون یا مرفعی که خب بیزینس دارن، پول دارن و خب موسیقی سنتی شاید 80%شون خوششون نیاد. بنابراین اینکه توی اینستاگرام هی بیایم پست بذاریم بگیم که چرا این قابل توجه نیست، چرا به اون توجه کرده. هر هنری تماشاچی خودشو داره. اینکه بخوایم هنر رو مقایسه کنیم، این به نظر من بزرگترین توهین به هنر و هنرمنده. اینکه یکی بیاد بگه که آقا من چون این کار هنری رو کردم و بابتش یاد گرفتن این هنر این همه من تلاش کردم، بدبختی کشیدم فلان اینا، و الان یکی میاد مثلا کار این آقا رو نگاه میکنه که مثلا خونده مثلا شمسی خانم فلان فلان فلان، این برای من دردناکه، مردم چرا هنر رو نمیفهمن. این خیلی بده. هنرمند میره هنر رو یاد میگیره، حالا یا راحت یا با سختی هنرش رو میذاره در معرض دید عموم. هر کی از هنرش خوشش اومد میاد سمتش نگاش میکنه. بنابراین هیچ وقت مردم مدیون ما نیستن، ما مدیون مردم نیستیم. این دقیقا یک عرضه و تقاضاست. من بارها گفتم، یه بار دیگه هم یکی دو بار پست گذاشتم راجع به این. یا بعضی ها میگن که به هنرمندا میگن که اگه شما الان اینجا این ما شما رو گنده کردیم. نه، هیچ هنرمندی رو هیچ کسی نمیتونه گنده کنه. اون نماینده های مجلس و مسئولین و کسایی هستن که مثلا شما میای میگی آقا من شما رو نمیشناسم ولی به شما رأی میدم به خاطر مثلا حرفایی که داری میزنی، ما شما رو گنده میکنیم، رأی بهت میدیم، بری مجلس که برای مردم کار کنی. هنرمندی که شما این کار نکردی، هنرمند شما از روز اول دیدی، خوشت اومده، رفتی بلیط خریدی، تئاترشو دیدی، رفتی نشستی پای تلویزیون دیدی، کارشو دیدی، رفتی تو اینستاگرام چون خوشت اومده لایک کردی، خوشت اومده، به زور که نکردی این کارو، که کسی که تو رو به زور وادار نکرده، که اون آدم هم از سر راه نیومده که بی هنر باشه، 100% یه هنری داشته که شما این کارو کردی. پس این یه عرضه و تقاضاست. این از این. و این که بازم من میگم مقایسه کردن هنر و هنرمند خیلی بد. مثل اینکه شما اون کسایی که تو کار تئاترن میدونن، مثل اینکه تو بیای کار تئاتر آزاد و با تئاتر مثلا کلاسیک هی بخوای مقایسه کنی، بگو اونا چی بن اینا فلان. خب تئاتر آزاد درآمدش خیلی بیشتره، اونا هم یه هنری دارن. نمیتونی بگی اونا آدمای بدی هن، نمیتونی بگی اونا هنر ندارن. هنری که اون داره رو صحنه شما نداری، نمیتونی انجام بدی. هر کسی یه هنری داره، هنرش در حد و اندازه خودش و مشتری خودشو داره. و ببخشید دیگه خیلی حرف زدم. نکته آخر، وقتی ما هنرمندا دلمون بخواد سلیقه مردم،
ببین، تغییر دادن سلیقه مردم در هنر یک چیز خیلی خوبیه، متو نه به زور. شما باید انقدر هنرتو بتونی قشنگ با هنر جدید تلفیق کنی یا یه چیزای جدید خوبی بیاری توش که آروم آروم سطح سلیقه مردم رو ببری بالا. اون کار اگر بتونی که عالی، دست شما هم درد نکنه، باید هم این کار رو بکنی. ولی اگر بخوای به زور و به حرف هی بگی مردم چرا اونو نگاه میکنن اینو نگاه نمیکنن، مردم چقدر شعور هنری ندارن، مردم اصلا هنر نمیفهمن، این میشه یه جور زورگویی به نوع تفکر و دیدگاه مردم. برو تو خیابون به تمام اینایی که شمسی خانم رو لایک کردن اینجوری بگو، ببین 4 تا دلیوری اگر وارد نکردن. پس چون نمیتونی به زور بگی مردم بیاین سطح سلیقتون رو بیارین این و شما، باید هنرت اینقدر قدرت داشته باشه که خودش سلیقه ها رو بکشونه سمت خودش. همین. در کل باید جنبه هامون رو ببریم بالا. جنبه وقتی پایین باشه فقط خودمون اذیت میشیم، بابت هر چیزی که دوست نداریم به اون بر میخوریم، اذیت میشیم، شروع میکنیم ریاکشن های شدید و بد نشون دادن. اون آدمه که کار خودشو میکنه، ما با ناراحت شدن و ریاکشن خوب و بد نشون دادن هیچ تأثیری تو تماشاچی های اون نداریم و نمیتونیم بذاریم و نخواهیم داشت، چه بسا که شاید تماشاچی هاشو بیشتر هم بکنیم. پس جنبه منو ببریم بالا، چون فقط خودمون اذیت میشیم.